سلام، خسته نباشید. درود بر آقای شما. مجری و هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنید، در مورد پیشاپیش کاندیدای قاتل و جلاد سر انتخابات میخواستم بگم که میخواست جنایتکار بگم من در این انتخابات اصلا شرکت نمی کنم. انتخابات قلابی هست و تو میخواهی با این انتخابات فقط برای جنایت‌های بعدی خود فقط مسئولیت درست کنی و شر درست کنی و مردم رو بیچاره کنی، ولی کور خوندی. ما هیچ وقت به این انتخابات شرکت نخواهیم کرد. کرونا داره مردم رو میکشه و شما فقط به فکر خودتون و بچه های خودتون هستید و اصلا به فکر مردم این ملت نیستی و فقط واسه خودتون واکسن میزن و هیچ کی رو براتون مهم نیست و فقط به فکر خودتون هستین. مردم رو دارین بلای خودتون درست میکنین، مثل زمان جنگ و خیلی ها دیگه که کرونا و حالا و ما کور خوندی. درود بر آقای رجوی که یک ماه پس از ورود کرونا به ایران گفت کرونا ولایت و با ویروس کرونا هم سرنوشت شده و برای از بین بردن کرونا باید کرونا ولایت و خامنه ای و روحانی و نوکرای اینا رو باید از بین ببریم. مرگ بر خامنه ای آقا. و تو همه زندگی ما رو دزدیدی و کلی اختلاس و کلی بدبختی و اینا همه رو بدبخت کردی و بعد میگی انتخابات. این انتخابات نیست، این عدادفارا رو دوزاری ما گل نمیخوریم. من و هیچ کسی دیگه دو این انتخابات شرکت نخواهیم کرد و تلاش میکنیم که به مردم بگیم که هیچ وقت تو این انتخابات شرکت نکنیم. اکثر مردم فقیر هستن و واقعا اینجا فقیر چندین گدا و خیلی بدبخت بدبختی اینجا هستیم. کرونا هم که یک طرف و کور خوندیم، ما فقط یک رای میدهیم و آن هم سرنگونی تو خامنه‌ای و نوکرات و این رژیم پلید و اهریمن جمهوری که به زودی به زبالدان تاریخ میبندیم. من هم مثل هموطنانم میگم رای من سرنگونی خامنه‌ای و این جمهوری کثیف و آری به جمهوری دموکراتیک و آقای رجبی. درود بر هموطن عزیزمون امید از گیلان. ندارم و واقعا به شما خسته نباشید میگم. ممنونم، شما هم خسته نباشید. درود بر شما، قربان شما. و سلام میکنیم به دوست عزیزمون مسعود از ماهشهر. بفرماییم. سلام خدمت سلام جناب آقای کلانی و مهمان عزیزشون. سلام به تمامی مبارزان راه آزادی، به خصوص شما که زحمت زیادی رو متحمل شدید. خدمتتون عرض کنم که ما تو استانمون، بخصوص تو شهرمون ماهشهر، به هیچ وجه در این انتخابات قضایی شرکت نخواهیم کرد و همه آماده هستیم که به امید خدا این رژیم کثیف رو از روی زمین محوش کنیم. امیدوارم که هرچه زودتر یه اتفاق رخ بده. و در رابطه با این آقای کسی که میخواد بیاد نماینده رئیس جمهور بشه، ما خودش میخواد موکل مردم بدونه، آقای چی اسمش بود، آخوندک، امیدوارم که اصلا قبل از همه چیز اون از بین بره، چون خودش یه قاتل کثیفیه که نزدیک 30,000 نفر اعدام کرده. در صورت من در خدمتتون هستم و از مردم هم بس همینجا تقاضا دارم که توی انتخابات شرکت نکنن و سلام منم به آقای رجوی و مریم خانم رجوی برسونید و از شما همگی هم تشکر میکنم که این زحمت میکشید و مردم آگاه میکنید. درود بر شما هموطن عزیزمون مسعود از ماهشهر و سلام و درود به هموطنان قهرمانمون در ماهشهر که شاهد همیشه مبارزاتشون بودیم، به ویژه در آبان ماه که رژیم دست به کشتار جوانان بیگناه زد. درود بر شما، خدا یار و نگهدارتون باشه. بفرمایید آقای سنوبری. اولا به هر سه نفر، هم برادر عزیز از احمد از شیراز،
امید از گیلان و مسعود از ماهشهر درود میفرستم و تشکر میکنم از تماسشون. فقط چون تعداد زیادی رو میگن پشت خط هستن، برای اینکه زمان نگیرم فقط روی یک نکته تأکید میکنم که احمد از شیراز گفتش که غیر از تحریم انتخابات، این انتخابات رو روی سر رژیم خراب خواهیم کرد. میخوام درود بفرستم و تأکید کنم که دقیق ترین حرف رو احمد گفت و مطمئن هستم که همه هموطنانم، همه اونهایی که این انتخابات رو در واقع تحریم میکنن، این انتخابات رو روی سر خامنه ای و تمام دم و دنبالچه ها و مزدورانش خراب خواهند کرد. درود بر همشون. تشکر بسیار و سلام به هموطن عزیزمون ابراهیم از تونکابون. هزاران درود بر شما آقای کلانی بزرگ، آقای سنابری بزرگ، که عمر شما شراب درخت سنابر هم درسه بالای 300 سال. و بعد در مورد این حکومت کثافت هم واقعا باید خودمون واضح خودمون باشیم که ته این 40 سال و 42 سالی که هستن واقعا باید خودمون قضاوت کنیم که اینا چی کار واسه ملت ما کردن، که فقط و فقط هر روز داریم نگاه میکنیم بزرگترین اختلاس ها و بدترین گداها رو ما اینجا داریم. چرا؟ اینا متاسفانه واقعا ما باید یعنی انقدر ذهنمون رو بزرگ کنیم که با بزرگی شماها که طی این چند سال واقعا نگه داشتین، دمتون گرم، افتخار ما شما این. میگه به ریش نیست، به ریشه است. و ریشتون تو کلن ایران، کلن هرچند که تو شبکه سه آقای رایفور ایران کرده بود که جلسه مسئولین اعتراض، ما از هیچی ترس نداریم و از گروه مجاهدین خلق ترس داریم، که انقدر تو هر شهر دو تا باشن واقعا واسه ما ترسه و این افتخار ماست که با همچنین گروه آشنا شدیم. و در مورد رئیسی هم به شما میگم که این تمام اعدامی هایی که تین چند سال در سال 1367 بهترین فرزندان مردم رو کشتن که واقعا نیتشون خیر بوده، که دم از اسلام و ولایت امامت بزنن که همشون زیر امامتشون قایم شدن، امیدوارم که روزی بشه ما تمام جوانهای ما با قول خودشون اعلام کنن تریبون ما آزاده. ولی در حقیقت تریبون آزار نیست، اینقدر اینا مردم آزار دادن همونجور انحصار کردن. افتخار میکنم بهتون. هیچ مردمی نمیتونه متاسفانه تو کشور ما حکومت کنه، حرفی بزنه به حکومت ما که متاسفانه جلوش رو نگیره. درود بر هموطن عزیزمون ابراهیم از تونکابون. ما هم به چنین خلق قهرمانی افتخار میکنیم که فرزندان پاکبازشون رو برای رهایی آزادی پشتیبانی میکنن. و سلام میکنیم به دوستمون رضا از تهران. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام بر شما. سلام به مجری عزیز برنامه، برادر مجاهد مسعود کلانی و مهمان برنامه آقای صنوبری. من از تهران موضوعی که میخواستم بگم و خودم روزانه آن رو جلوی چشم میبینم، وضعیت کودکان کار و همچنین کارتون خواب ها است که برایم همیشه این سوال پیش میآید که ایران با این همه ثروتی که دارد چرا باید انقدر کودک کار باشه و اینقدر کارتون خواه. آخه مگه جای کودکان توی خیابون که به جای درس خواندن بیاین زباله جمع کنن؟ جای کودکان مدرسه است، نه زباله گردی. از طرف دیگه گرانی، طلاق فرسایی که واقعا ثمر خانواده ها را خم کرده و همچنین فقر و محرومیت از این طرف و گرانی از طرف دیگه که باعث شده جامعه ما به دو قسمت تقسیم بشه، ثروتمندان یک شبه و صف طولانی محرومان. این شکاف عظیم اجتماعی محصول بی تدبیری. رضای عزیز از تهران، آیا تماستون برقرار هنوز؟ بله بفرمایید. آقای صنوبری، دوستمون به نظر میسه که با اینکه حرفشون رو زدن ولی تماسشون قطع شد متاسفانه. بله، منم سلام میکنم و درود میفرستم هم به ابراهیم از تونکابون و هم رضا از تهران. به ابراهیم فقط یک جمله میگم که ما هم به شما افتخار میکنیم، به جوانانی که
اینقدر دقیق موضوعات رو میدونن و از فرزندان مجاهد خودشون پشتیبانی میکنن. همچنین رضا از تهران که وضعیت کودکان کار و کارتون خواب‌ها رو گفت. فقط در یک جمله بهتون بگم که همه مجاهدینی که نقش مسیر نوشتن در شب‌های قدر اسم بردن از این کودکان کار و کارتون خواب‌ها و تعهدشون گذاشتن که با سرنگونی این رژیم انشالله آبادی و آزادی رو برای ایران و نجات همین برادران و خواهرانمون و کودکان کار و کارتون خواب‌ها انشالله بیارن. با تشکر از تماساتون. بسیار متشکرم. سلام میکنیم به هموطن عزیزمون علی از آذربایجان. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، سلام علیکم. سلام بر شما. الو الو، بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم. خدا قوت حضور جناب آقای مسعود کلانی، مجری محترم و مهمان محترم جناب آقای عباس صنوبری. علی هستم از آذربایجان. آقای کلانی، من فکر میکردم بنده خودم به تنهایی معترضم به این ظلم و ستم این رژیم، منتها الان صدای خواهران و برادران رو میشنوم از اقصی نقاط کشور که معترضن و چیزایی که تو قلب من بود، تو پنجره من بود برسونم به مردم ایران، این خواهر برادران خودشون گفتن. منتها الان من چند نقطه‌ای رو میخوام خدمتتون عرض کنم در مورد این انتخابات ریاست جمهوری. بفرمایید. آخرین بار که ما رفتیم پای صندوق‌های رأی، حاصلش گشنگی و بیکاری و فساد بود. ولی الان همه اینا رو با قبول کردیم. ولی الان دارن یک مزدور، یک جلاد رو میارن برای حاکمیت مردم ایران. مردم به تنگ اومدن، فکر میکنن که حادثه 67 از فکر و یاد مردم رفته. آقای کلانی، تو کدوم کشور، تو کدوم مملکتی، تو کدوم مذهبی یک جلاد میتونه که بر مردم ظلم دیده، بر مردمی که زیر ستم هستن ریاست و حکومت بکنه؟ آقای رئیسی باید جواب تک تک خون شهیدان رو باید بده. رای به جمهوری اسلامی یعنی پایمال کردن خون شهیدان. ایشالله ما جوانان آذربایجان کنار برادران مجاهدین خلق با شعار نه به جمهوری اسلامی، مرگ بر ولایت فقیه، درود بر کانونهای شورشی و آزادی همیشه در صحنه هستیم. خسته نباشید در می کنم حضور تک تک فرزندان ایران در سازمان مجاهدین خلق. درود بر هموطن عزیزمون علی از آذربایجان، شهر ستارخان و باقرخان و حنیف نژاد و همه قهرمانانی که برای آزادی میهنشون جنگیدند و فدا کردند. و سلام میکنیم به دوستمون یوسف از اردبیل. درود بر شما برادر کلانی عزیز و مهمان گرامی برنامه آقای صنوبری. من هم از آذربایجان با شما صحبت می کنم. آذربایجان همیشه زنده. یک پیام کوتاه اما قوی دارم به نظام خیم جمهوری اسلامی. ببینید، ما ملت ایران بیش از 40 سال زیر ظلم حکومت جمهوری اسلامی قرار داشتیم و نتیجهش جز فقر و فحشا چیز دیگه‌ای برای ایران و ایرانی نبوده. ما به هیچ عنوان در انتخابات شما شرکت نخواهیم کرد. ما نه بزرگی میگیم به اصلاح طلبان، نه بزرگی میگیم به اصولگراها. ما فقط و فقط رأیمون سرنگونی رژیم جلاد خمینی هست و ایادی خمینی.
ما اگر انتخابات آزادی در ایران صورت بگیره فقط به جمهوری دموکراتیک ایران رأی خواهیم داد. ما به هیچ عنوان از خون 300 هزار شهید سال 67 نخواهیم گذشت. درود بر رضوی، مرگ بر جمهوری اسلامی. ما به هیچ عنوان جمهوری اسلامی رو تایید نمی کنیم. ما ملت ایران روز شماری می کنیم بر سرنگونی این رژیم، بر این رژیم سرکوبگر که نه تنها ایران رو به ویرانه کشونده، بلکه تمام کشورهای منطقه رو هم درگیر جنگ و خونریزی کرده. لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه ای، عرض دیگه ای ندارم. درود بر هموطن عزیزمون یوسف از اردبیل. بفرمایین آقای صنوبری. منم درود میفرستم به علی از آذربایجان و یوسف از اردبیل. اشاره کردن که از آذربایجان هستن هر دو. ما رگ و ریشمون، ما مجاهدین، همه نوادگان ستارخان هستیم، باقرخان هستیم و از حنیف نژاد در واقع سرچشمه گرفتیم. برای همین یک رابطه تاریخی ویژه‌ای بین ما هست. اگرچه حرفا رو هر دوشون زدن، من فقط بهشون درود میفرستم و به امید روزی که انشالله در ایران بتونیم همدیگر رو ببینیم و این روزها رو یاد کنیم. درود بر شما. تشکر میکنم. عزیزمون محمد از خاش. سلام علیکم. درود بر شما. سلام علیکم. سلام بر شما. بفرمایید. سلام خدمت آقای مسعود کلانی و مهمان برنامه آقای عباس صنوبری. محمد هستم از خاش. آقای کلانی، شما به خوبی میدانید که از زمانی که آوندخا سر کار آمدند و از همان روزهای اول شروع کردند به قتل و عام و کشتار و مردم بلوچ در بلوچستان، و متاسفانه بعد از 43 سال هنوز این کشت و کشار در بلوچستان ادامه دارد. و مخصوصا این نیروهای سپاه امروز در شهر روستای حمیری از تواب و قصرقند دو جوان بلوچ را زدند و کشتند. و امروز توپ سنگین 160 میلیمتری و هلیکوپتر و نیروهای وحشی سپاه را وادار کردند جوانان بلوچ را کشتند. و ما جوانان بلوچ، ما خون انتقام برادران خود را از این آوندها میگیریم و حکومتی که اصلا برای این بلوچ ها رحم و کرم ندارد، ما حتما انتقام خون برادران خود را از این خواهیم گرفت و وفای رای نهاییم رفت. به قول مولوی عبدالحمید، اهل سنت در بلوچستان رفتار تبعیض آمیز دارند. اقبال صندوق‌های رای نمی رویم و نهاییم رفت. در این بلوچستان و چند روز پیش در ایران شهر طفل معصوم را به عنوان مواد مخدر زدند و اون را هم کشتند. جوان 7 ساله بود. و در این راهای بلوچستان جاده‌هایشون گودال‌های تقریبا نیم متری و یک متری است که اصلا شهرداری و هم حکومت اصلا توجه به این جاده‌ها ندارد، که هر روز تقریبا 10-12 نفر در همین جاده‌های بلوچستان، مسیرهای خاش، دوزاب و پسکو، زایدان، تصادف‌های روزمره است. و ما اصلا به این جنایتکاران آوندها
رای نخواهیم داد. زنده باد آقای مسعود رجوی و مریم رجوی و دست اندرکاران محترم. زنده باد آقای مسعود رجوی. سلام، خدا نگهدار شما. درود بر شما هموطن عزیزمون محمد از خاش. سلام میکنیم به هموطنمون میلاد از شیراز. هموطن عزیزمون میلاد از شیراز، بفرمایی. اگر بله، خب هستم خدمت شما قربان. در مورد انتخابات، اگر ما نگاه اجمالی داشته باشیم به جامعه ایران، جامعه ما پر از تضاد، تناقض، دروغ، فساد، فحشا، دزدی، اختلاس، عدم پاسخگویی مسئولین. به هیچ عنوان جامعه ما یک جامعه جهانی نیست. ما میخوایم انتخاب کنیم. کی رو میخوایم انتخاب کنیم؟ چه شخصی رو میخوایم انتخاب کنیم؟ این تو این 42 سال این انتخاب ما چرا جواب نداده؟ بارها به ما گفتن شرکت کنید، شرکت کردی فایده نداشت. یعنی هیچ تأثیری ریاست جمهوری بر وضع معیشت و اون جامعه که ما باید داشته باشی متاسفانه نداره. چرا؟ خب رهبری همه کاره است و همه کاره رهبری رو داره انجام میده. پس ریاست جمهوری به درد چه کاری میخوره وقتی نمیتونه هیچ تغییر کوچیکی رو در جامعه ما انجام بده؟ آیا این رأی گیری تأثیر در وضعیت معیشت و بازگرداندن اصالت ایرانی ما دوباره خواهد داشت؟ آیا این رأی گیری بعدها مانعی بر سر راه خودم نخواهد شد؟ اون خواسته های معقولم رو میگم. آیا ریاست جمهوری فردا مانعی این کارم نخواهد شد؟ آیا چه تضمینی وجود داره که رئیس جمهور بعد از اینکه انتخاب شد دوباره نگه من یک تدارکچی بودم و هیچ کاری رو انجام نده و بگه همش دست رهبری بود؟ آیا این انتخابات به نظر شما مهندسی شده نیست؟ یعنی بیشتر از هدف روی آقای رئیسیه. خب رئیسی که مشخصه که چه کاره بود و اگر نگاه کنیم به سابقهش معلومه که چه کاره بود و چه جهاتی که انجام نداد و داره انجام میده. این همه ثروت ما کجا میره؟ آیا ریاست جمهوری میتونه این ثروت رو به ایران برگردونه؟ آیا میتونه جامعه ما رو از یک حالت ابتدایی، واقعا ما عقبگرد داریم، به شدت عقبگرد داریم الان. یعنی هیچی ما سر جای خودش نیست. یعنی رهبر عملا بعد از اینکه ریاست جمهوری مثلا بعد از اینکه تموم شد ریاست جمهوریش میاد دیگه من یک تدارکچی بودم. خب از همون اول بیاد بگه آقا من این کار که بدونیم چه کار هست، چون الان 42 سال داره میگذره هیچ تأثیری در جامعه ما نداره. شما از ما ایران یک جامعه دوستمون میلاد از شیراز هرچند که نکاتش رو مطرح کرد به خوبی ولی متاسفانه قطع شد. تشکر میکنیم از میلاد به خاطر صحبتهاش و میپردازیم به صحبتهای او و دوستمون محمد از خاش. سلام میکنیم به هموطن عزیزمون موسی از تبریز. الو، سلام علیکم. درود بر شما. الو، بفرمایید. درود بر شما. خوب شما؟ خسته نباشید. صدای منو داره؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم، صداتون رو داره. الو، بله من هستم از تبریز. آقا ما هم تو این انتخابات شرکت نمی کنیم به خاطر اینکه 42 ساله واسه ما دروغ گفتن، همش کلک زدن، حقه بازی کردن، هیچ کاری هم واسه ما نکردن، ما هم رأی نمیدیم. چرا؟ چون ما 42 سال حرمت نگه داشتیم، اینا حرمت تمام حرمت ها رو شکوندن. الان واسه دروغ چجوری بجیم آقا بریم رأی بدیم؟ واسه چی؟ واسه چی عوض میشه؟ چی عوض نمیشه؟ الان هم کرونا خیلی خوب شد که همه رو آگاه کرد، خوب شد. الان واکسن میزنیم نمیزنیم؟ پولش آقا باید پول بدیم پول ندیم؟ چیکار کنین از این حرفا؟ اینجا گذشته اون آدمی که با خودش رو راست نیست، با ملت هم رو راست نمیشه، با طرف مقابلش هم رو راست نمیشه. بس آقا، در نتیجه ما اصلا تو این انتخابات هم شرکت نمی کنیم، اصلا گور پدر همه اینا.
من دیگه عرضی ندارم خدمتتون. قربان شما موسای عزیز، به زیباترین صورت نظر مردم ایران رو مطرح کرد درباره این انتخابات. بفرمایید آقای صنوبری. منم درود میفرستم و سلام میکنم هم به محمد از خاش، هم به میلاد از شیراز و هم به موسا از تبریز. حرفا رو زدن، واقعا حرفاشون خیلی به دل میشینه. حرف اصلی رو که در واقع این که در این انتخابات شرکت نمی کنند، هر کدوم از یک جنبه گفتن. یکی از دردهایی که در واقع این رژیم باعثش بوده، فقر و فحشا و بسیاری مشکلات دیگه، تا محمد از خاش که به ظلمی که به هموطنان عزیزمون در بلوچستان از جانب این رژیم روا میشه و جنایت‌های اونها و خشم جوانان بلوچ در قبال این جنایت‌های رژیم، و همچنین موسا از تبریز که خیلی قشنگ گفتش که گور پدر همشون، و واقعا چقدر درست گفت. درود بر موسا و درود بر همه این هموطنان و تشکر از تماس‌هاشون. تشکر می‌کنیم از دوستانی که در تماس با ما بودن تا این لحظه. هموطنی از سبزوار با ما در تماس هستن. سلام می‌کنیم به کوروش از سبزوار. بفرمایید، خواهش می‌کنم. با سلام به موسی عزیز برنامه آقای کلانی. درود بر شما. مهمان بزرگوار آقای عباس صنوبری، از برادران همسنگر با برادر مسعود. من کوروش از سبزوار هستم، یکی از کانون‌های شورشی آماده برای سرنگونی نظام پلید و صفاق. عید فطر به شما و همه رزماوران آزادی در اشرف سه مبارک باد. هرچند در ایران اسیر به خاطر همه درد و رنج و بیکاری و کرونا و کرونای ولایت و هزاران درد دیگری که خامنه‌ای جلاد روی سر مردم آورده، عید نداریم، ولی به کوری چشم خامنه‌ای جلاد به همه مردم ایران، به شما و همه رزماوران آزادی در اشرف سه، عید فطر رو تبریک میگم. راستش دلم خیلی پره از این همه جنایتی که خامنه‌ای و دار دستش علیه مردم ایران میکنن. نمیدونم از کجا بگم. از کرونا بگم که تا الان 300 هزار کشته داده، اما این جانیان به مردم دروغ میگن. از گرانی بگم، از فقر بگم و از بیکاری بگم، از خودکشی به خاطر نداشتن حداقل گذران زندگی بگم، از کشتن بچه 5 ساله بلوچ بگم، از کشته شدن روزانه کوربران و سوخبران بگم. از کجا بگم؟ باور کن این جلادان، این غارتگران هیچ جای آبادی برای ایران ایرانی نذاشتن. درود بر شما که این برنامه رو گذاشتید. مردم ایران میتونن بیان حرفاشون رو بزنن. درود به شما که میذارید من و ما در ایران اسیر با این همه درد تسلیم این آخوندا بشیم و هر روز به ما روحیه ایستادگی میدید. من به عنوان کانون شورشی و در دل مردم هستم، دردهاشون خیلی زیاده، ولی به خاطر شما و همه کانونهای شورشی امیدشان به سرنگونی زیاده. به همین دلیل هزاران بار به سازمان پرافتخار مجاهدین درود میفرستم. ما اجازه تلسم کرونا و جنایتهای مستمر را آنها که روی مردم اسیر ما تأثیر بگذاره نمیدیم که راهبنده قیام بشه. میتوان و باید این نظام فاسد و دزد و قاتل و غارتگر رو سرنگون کرد، و من هم همراه شما اراده کردم سال 1400 را سال سرنگونی این جانیان بکنیم. قبل از اینکه خداحافظی کنم بر تحریم این انتخابات نمایشی که ولی فقیه قرار قاتل 67 رئیسی جلال رو بیاره، توصیه و تأکید میکنم بر همه هموطنان عزیزم که تحریم این انتخابات راه سرنگونی رو هموارتر میکنه. رأی ما سرنگونیه. وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم تا بقیه دوستان این امکان رو داشته باشن حرفاشون رو بزنن. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، زنده باد کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش.
با تشکر و سپاس از اینکه این فرصت رو به من دادید. خدا نگهدارتون. تشکر از مسعود جان. اگه اجازه بدی من یک دو جمله به کوروش بگم. با درود بسیار به برادر عزیزم کوروش، کانون شورشی، و درود بر همه کانونهای قهرمان شورشی در جای جای ایران و اینجا الان در سبزوار. گفت دلم خیلی پره. قربان اون دلت بریم و زود هست که انشالله پاسخش رو این رژیم خواهد گرفت. اشاره کردش به امید به سرنگونی. باریکلا به تو. رژیمه که میخواد ما دلسرد بشیم، ناامید بشیم، ولی ما با امید این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و این روز دور نیست. درود بر تو و درود بر تمامی کانونهای شورشی. باریکلا. بسیار متشکرم.